در تاریخ نوین تاجیکستان سال 2015 یک مرحله نوی پرتحولات بود. ماه مر در انتخابات پارلمانی کشور باری نخست به با عضویت مجلس هیچ یک از احزاب اصلی مخالفین راه نیافت و ناظران بین المللی آن را مناسب به معیارهای انتخابات دموکراتی ارجابی نکردند. ولی توجه اصلی مطبوعات بهاری سال 2015 به حادثه کشتار رهبری سازمان ممنوع شده گروه 24 در شهر استانبول روانه شد عمر علی در شرایط مرموز از جانب حملگری ناشناس به قتل رسید و نزدیکانش این کشتار را با فعالیت های سیاسی او ارتباط دادند در پس منظر این تحولات سال 2015 نگرانی مقامات و هم جامعه با پیوستن 500 شهروند تاجکستان به صفی گروه تندگرای دولت اسلامی در سوریه و عراق افزایش یافت یکی از آنها گروهی گروه تعینات زودعمل گلمراد حلیموف بود که این حادثه از نظر تحلیلگران با آبروی ساختارهای قدرتی تاجیکستان ضربه شدید زد در نتیجه در سیاست دولت مسئله امنیت اولویت پیدا کرد و مقامات معرکه تبلیغاتی زیدی تندگرائی و صحبت با مردم به خاطر گرفتن پیشی سفری جوانان به سوریه و ایراق را براه ماندند. بهار و تابستان با توسعه جنگ شهروندی در دولت یمن با قرار حکومت از قلمرو این کشور صدها کارمند طبی تاجیک برگردانیده شد شهروندان تاجیکستان و اهل عائله اشان با هواپیماهای روسی نخست به مسکو و از آنجا به دوشنبه انتقال یافتند نزدیک تابستان ساختارهای دولتی به تفتیشی کاری سازمانهای جمعیتی شروع کردند. مقامات گفتند هدف شفافتر شدنی کاری دویونیم هزار سازمان است که در سال 2014 برای پروژه های خود از خارج چارونیم میلی ارد سامانی مبلغ گرفتند. منقیدان هدف اساسی سنجش ها را نظارت کاری مدافعان حقوق انسان ارجابی کردند. سپتامبر سال 2015 تاجیکستان را حادثه های مسلحانه تکان داد که مقامات آن را ایسیانی جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع کشور عنوان کردند حزب نهضت اسلامی را مسئول این حمله که باعث کشته شدن 14 خادم حفظ حقوق و ده ها شورشی گردید نامیدند و حزب را تروریستی و ممنوع اعلام کردند کارشناسان میگویند فضای سیاسی تاجیکستان در سال 2015 محدود شد به اثر شوی صدای جامعه شهروندی در نتیجه فشارها افزودن خودسنسوری در بین جورنالیستان بر اثر فشارها بالای باسته های اخبار آمم زیر کنترل رفتنی институти адвокатура дар тоҷикистон дар натиҷаи қабули тағйиротҳои ахир дар қонун дар бораи адвокатура ҳамаи инҳо а нишонаи аз он таҳаввулоти сиёсӣ ҳастанд ки дар соли 2015 дар тоҷикистон рух дода буд تحلیلگران میگویند تحولات سیاسی مذکور در کار مطبوعات مستقل این اکاس شد و اکثر نشریه ها به خودسانسوری گذاشتند از تنقید سیاسی دست کشیدند تنقید اجتماعی به قبل پروفسور ابراهیم عثمانوف همانا جای دارد از موضوع سیاسی صرف نظر کردن و بیشتر توجه کردن به موضوع اجتماعی این نگاه داشتنی یعنی این مقصدی نگاه داشتنی ҳолати муътадили фаъолияти матбуот аст яъне ба ин васила матбуот ба ҳар ҳол кӯшиш мекунад ки дар ҷомеа мавқеи худро аз даст надиҳад дар ҷомеа сухани худро гӯяд ва ба ҷомеа таъсир расонад дар охирҳои сол ҳукумат дар бораи қабули барномаи нави ташкили беш аз сесдҳазор ҷои нави корӣ барои сокинони тоҷикистон хабар дод برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی تاجکستان دورنمای است که تاسیس هزارها جایهای نویکاری نوی کاری را در دوام دو سال آینده در نظر می گیرد. حادثه مرگ مرموزی تیفلی پنج ماهی تاجیک عمر علی نظرف در یک اداره پلیسی شهری سنگ پیتربورگ ماهی اکتبر در تاجیکستان و بیرون از آن واکنش های منفی بابار آورد. پریزیدن رحمان تحقیق منصفانه آن را از روسیه تقاضا نمود. در آخری سال توجه جامعه به قانون نوی پارلمان در باره اصاسگزار سلح و وحدت ملی و پشوای ملت اعلان شدن امام علی رحمان جلب شد. این قانون در صورت تصویبش از جانب پریزیدنت و رئیس جمهوری عمل کننده امکان می دهد که یک عمر مهمترین شخصی تصمیم گیرنده در سیاست خارجی و داخلی کشور باقی بیماند.